سلام به همگی، محمد رضا خادم هستم، فیلدر و روستر این مجموعه. امروز میخوایم مهمی قهوه جاوا موزی رو روست کنیم و یه سری توضیحات راجع به این قهوه میخوام بهتون بدم که به چه صورت روست بشه، چون فایل خوبی کنید کشتش و این قهوه به تنهایی قاعدتا سرو نمیشه و خود ما هم اینجا به صورت میکس استفادهش میکنیم. قهوه یکی کرما یا بادی بسیار بالایی داره به دلیل اون پروسه‌ای که روش انجام میشه تو جاوا موسون و طعم خیلی چاکلتی و خیلی ریچ و غلیظی داره. میخوایم از این ویژگی‌هاش که در جریانش هستیم استفاده کنیم داخل روست و یه پروفایل خیلی خوب براش ببندیم و یه قهوه‌ای باشه که داخل میکس بتونیم به خیلی حرفه‌ای ازش استفاده کنیم و بهترین خروجی رو بگیریم. دست روست ما 15 کیلویی هستش. من پروفایلی که برای قهوه جاوا میخوام ببندم از 12 کیلویی هم قهوه استفاده میخوام بکنم و میریم که استارتش رو بزنیم. این 12 کیلویی هم قهوه آماده است. میریزیم داخل ماشین. نکته که داخل روست خیلی مهمه حواستون باشه اینه که حتما باید ببینیم با چه دمایی میخوایم شروع کنیم. به سیستم پی‌سی وصل پی نرافتار کراپستر نشون میده که چه دمایی الان داخل ماشین هست. سیستم دارم که میخوام شروع کنم، چند نیه قراره استفاده داشته باشم از ماشین پی روز و فضل مثلا شما بیدید کراپسترتون این پروفایل خب من سیف شده دارم، یعنی قهوه من چون چندین دفعه روست کردم پروفایل سیف شده شما داریم، یعنی بک‌گراند که شما استارت میکنید پروسه روست انجام بشه اون پشت هم میبینید که این قهوه چجوری روست شده، این اطلاعات کافی رو دارید چون این پروفایل بسته شده است. و طبق اون پروفایلی که از قبل دارید میتونید بهش نقش بدید که حد کنید دما رو تنظیم کنید. یک سری فاکتورها بسیار مهمه که با چه دمایی قراره این قهوه شروع بشه، به چه درجه میرسه و دوباره قراره بره بالا که بهش میگن ترنینگ پوینت یا تی پی. بسیار واضح اهمیت داخل پروسه رو با هر قهوه‌ای و ببینید چه پروسسی انجام شده و ما چه خروجی می‌خوایم ازش بگیریم. این قهوه رو ما قراره اسپرسو روست انجام بدیم و داخل هاوس بلند ازش استفاده بکنیم و خب این نیاز این هستش که قهوه میدیوم یه مقدار پول داره به سمت بالا، نه اینکه لایت باشه، ولی دلیل اینکه ما می‌خوایم اسپرسو میکرو بدهش خروجی بگیریم. قهوه بسیار ریچ و کریمیه، من به شخصه دوستش دارم، نوشیدنی با شیر عالی میشه این قهوه استفاده کنم. قهوه جاوا بسیار قهوه لذیذی، اگر مثلا تو میکسی که بخواید استفاده کنید من پیشنهاد میکنم میتونید این قهوه رو بنا به درصدی که خودتون حال میکنید، درصدی که من مد نظرم هستش اینه که با برزیل میتونید میکسش کنید به صورت 70-30-70% برزیل 30% این قهوه. برزیل های مختلف میتونید برزیل سرادو استفاده کنید، برزیل نوو استفاده بکنید، با قهوه کولومبیا بسیار خوب میشه، میتونید کولومبیای تولیدو، کولومبیای گیلا، تمامی اینا پتانسیل دارن که با این قهوه قاطی بشن و یه خروجی خیلی خوب خدمتتون بده. همزمان که ماشین گرم شده و آماده ورود قهوه داخلش هستش ما اینجا از نرم‌افزار استارت رو میزنیم و ورودی قهوه صبر رو میکشیم اینجا دونه صبر کنیم به این عادت. فکر میکنیم دما اوکی باشه، کلیفه هوا بود. من خودم که فرآیند روستی که انجام میدم همیشه هوا رو ثابت میذارم، خیلی با هوا بازی نمی کنم. توی فرآیند روست هم هوا ثابت کانسیستنت میره جلو، دور گردش درام هم ثابت همیشه و با ایمانی که من خیلی بکنم تخصی که جذاب کار کنم این که با فرین یا شعله ای که این دسته دولت مستقیمه با شعله که از اون پروتوکولایی که دارم بهش جهت میدم، پروفایل میدم، دور پروفسر هم میبینم این نمودارم داره به چه صورت تغییر انجام داده میشه روش طبق رنگی که اینجا اتفاق میفته تغییره چه کالر چنجینگ جهت میدم به شعله و ایر فلوی که حالا روی سیستم هم دارم، ولی همیشه میده من ثابت کانسیستنت تغییر روش انجام نمیدم با شعله خیلی رنگ میکنم به قهوه هم جهت بدم. حالا یه سری ماشین ها ایر فلو دارن یا کالچن دارن کم و زیاد انجام میدن هنگامی که حالا پرسپیرک انجام میشه یا قبلش یه مقدار ایرفلو رو میبرم بالاتر برای اینکه مکش بیشتر انجام بشه چون موقع فریش کرک دود بسیار زیادی آزاد میشه چون گازهای اصطلاح سفید رنگه، من از بچه‌هایی که روست کردم میدونم گازهای سفید رنگ خیلی زیادی آزاد میشه و بسته که اون پروفایل روستی که دارن یه سری حالا کاشن یا مکش رو بیشتر میکنن اون گازها بهتر خارج میشه.
وارد محله ترنینگ پوینت می‌بینیم تقریبا یک دقیقه و 45 ثانیه یک دقیقه و 50 ثانیه گذشته. با یه دمای ثابت شروع کردم، تقریبا خیلی داغ شروع نمی‌کنیم، به هر حال وارد شدم تو دمای بیرون دمای محیط با جام متوسط روی بالا شروع می‌کنیم دمای درام و بعد این سالا ترنینگ پوینتمون انجام شده یه مقدار نما رو میبرم بالاتر. برای این قهوه هر قهوه متفاوت صرفا کاری که برای این انجام میدیم واسه قهوه گاوا رو واسه همه قهوه ها نمیتونیم انجام بدیم، بس دیگه به اون پروفایلی که میخواد بیمندی داره و چه فروشی رو خکیم. دوسته یک دراینگ داره انجام میشه، آب قهوه داره سمتم خوش میشه و میره به سمت اینکه کالر چینج انجام بشه. سه تا مایلستون خیلی مهم داره دو سیروت. اولیش کاترست، یعنی قهوه روی چمن و چمن آب خورده میگیره. بعدیش هر زمان به خدمت این که میره به سمت رد و خیلی رنگش نمی کنه عوض کردن که بعد وارد پروسه کالر چینج میشه. مثل ما اینه تقریبا 4 دقیقه ما کالر چینج میداریم. هر اتفاقی که میفته داخل سیستم ثبت میشه. حالا کالر چینج بزنم واسه نرمال سایت پروپوزال سیستم فون پروتوکول ها پروفایل که بعد چی پیش بیاد جدا همه چی لونگ بیلی که بهتون گفتم یعنی چی؟ یعنی اینکه اصطلاحا قهوه وقتی داره گفته میشه بوی بعد اینکه حالا بوی چمن و مالستان داره میاد جلو میاد به سمت بوی نون پخته شده وارد نونمایی میشید یه بوی خیلی خوش عطر میاره میره به اون سمت. نکته که خیلی مهمه بیشتر بچه‌ها پرسیده بودن، خیلی ها قبل روز میان قهوه رو با هم دیگه بلند انجام میدن. این کار نمیتونم به این کار اشتباهی یا نمیتونم کار درستی، ولی باید شناخت کافی راجع به همه قهواتون داشته باشید. برفرض کنید که مثلا قهوه جاوا زمانی که شکاف اول یا فرست کرکش انجام میشه دمای بالاتری نیاز داره، یعنی دمای بالاتری داخل ماشین روشن اتفاق براش میفته. و قهوه برفرض کنید که برزیل سرادو نقطه فرست کرکش متفاوت با این قهوه، شما نمیتونید دو تا رو با هم میکس کنید بعد درستش کنید. حتما ما قهواتو با هم دیگه مچ باشن. اگر میخواید لیمینو قبل روز با هم دیگه میکس کنید و یک نوت کانسیستنس و یک دست داشته باشید. خیلی خیلی مهمه که یه نواخت باشن قهوه. به این دلیل ما این قهوه رو جدا رست میکنیم و بچه بعدی ها برزیلش رو رست میکنیم و بعد رست با هم دیگه تلفن دست رو میکس میکنیم. یک سری قهوه هم که خیلی شبیه به هم هستن، حالا باشه یه ریژن هم باشه یه کشور هم یا شبیه به هم هستن، ادمانشون از دنسیتیشون تا رایتیشون تا دمایی که به درک میرسن رو میتونیم با هم دیگه میکس کنیم و رست کنیم و کافشون کنیم ببینیم آیا به اون چیزی که ما میخواستیم شبیه هستن یا خیلی. چرایی که اینجا داریم باشه اینی که رنگ قهوه رو بهتر بتونیم ببینیم که پروسه داره کالر عوض میشه. همونطور که این یه هدفون هم اینجا داره. زمانی که نزدیک به فرسترک بشیم میتونیم از این هدفون به داخل ماشین وصله صدای شکاف اول رو بشنویم. اون زمانی که میره قهوه رو سمت فرسترک باید حتما با گوشتون حسش کنید و با بویاییتون هم میتونید چک کنید که قهوه داره گازهای خیلی شدیدی آزاد میکنه، چون رشد یه فرآیند شیمیاییه، اینه به اون سمت این اتفاق شیمیایی رو رقم بزنه. الان در حالت دمای ماشین 200 درجه است، ولی قهوه نونسون جاوای ما همچنان رنگ قهوه‌ای دیگه هنو نشده، قهوه خیلی روشن و به این دلیل که میگم قهوه‌هاتون رو قبل رشد اگر کامل ازشون شناخت دارید و گرین بین بازی کنید، میکس کنید، رشد کنید، این قهوه کاملا شرایط و همه چیش متفاوته با قهوه‌ای که ما اینجا داریم، نمیتونید میکسش کنید و بعد از رشد خیلی بهتر میکس بشه. نزدیک به فرست کرک میتونید یه مقدار ارتیلو ساکشن رو بیشتر کنید. همونطور که بهتون گفتم که مکش دودمون از قسمت اگزاست بیشتر باشه. شکاف اول یا فرست کرک بچه رو الان انجام کنید، یعنی از حال انجام شدن فرست کرک هستید در حال گذرونن هستید. فرست کرک لحظه ای که اتفاق می افته پیشنهاد من اینه که حالا فلیم و کلن ایفلو تا حد اقل 30 ثانیه عوضش نکنید، بذاریم همون ثابت باشه، بعد 30 ثانیه می کنید حالا چه می کنید عوضش کنید.
هنگامی که فرست چک هم شروع میشه انجام شدم مهمترین اتفاقی که میفته دیولوپمنت تایم که ما چه دیولوپمنت تایم داشته باشیم و چه ریشیویی داشته باشیم، یعنی چند درصد ما دیولوپ کنیم این قهوه رو. شبیه هم باشه و حالش رو ببرید تا ویدیوهای بعدی.